هم رئیس جمهور محترم و هم رئیس محترم بانک مرکزی در دو هفته اخیر صریحا گفتند که این افزایش نرخ ارز مصنوعی و ناپایداره و دلیل آن هم روشنه. واقعیت‌های بازار ما از طرف عرضه و از طرف تقاضا نشون میده که این افزایش قیمت واقعی نیست. بالا و پایین های بی پایان دلار، نوسان شدید ارز با اقتصاد چه می کند و چه تأثیری بر جامعه دارد؟ این موضوع 60 دقیقه امشب است که با دو مهمان در این مورد گفتگو خواهیم کرد. همچنین در برنامه امشب تشدید بحران اقتصادی در لبنان، بعضی این وضع را از چشم حزب الله و ایران می بینند، بعضی از چشم آمریکا. با یک خبرنگار در بیروت صحبت می کنیم. تنها یک روز پس از توقف موقت حکم اعدام سه معترض آبان 98، خبرگزاری فارس اعترافات یکی از این متهمان را پخش کرد. تأثیر پخش چنین فیلم هایی چیست؟ وقتی که ما میاییم مثلا ادله ای ناظر بر عقاریر متهم یا متهمین رو منتشر می کنیم، طبیعتاً تأثیر خواهد داشت بر روند رسیدگی. و هست نیست اثر جدیدی از مجموعه احتمال باران که برای اولین بار در برنامه امشب پخش می شود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. نوسانات قیمت ارز در ایران کماکان ادامه دارد. کاهش قیمت ارز در بازار ایران که از دیروز آغاز شده بود، صبح امروز هم ادامه داشت. در معاملات بعد از ظهر بازار آزاد تهران، نرخ فروش دلار حدود 22 هزار تومان اعلام شده، اما این در حالی است که دو روز پیش قیمت این ارز تا حدود 26 هزار تومان هم پیش رفته بود. به گفته بانک مرکزی، دیروز دوشنبه 30 تیر حدود 342 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد که همین میتواند یکی از علل کاهش نسبی قیمت دلار باشد. هرچند سخنگوی دولت گفته قیمت واقعی ارز بسیار پایین تر از قیمت فعلی آن است. اما قیمت واقعی ارز چقدر است؟ آیا روند کاهش قیمت ادامه خواهد یافت؟ بیشتر به این موضوع میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از بهرنگ تاجدین. روزی پر التهاب در بازار ارز ایران، روزی که قیمت دلار در چند ساعت سقوط و صعودی کم سابقه را تجربه کرد. قیمت دلار در بازار آزاد که دوشنبه 22800 تومان بسته شده بود، حوالی ظهر سه‌شنبه به 20600 تومان هم رسید. یکی از عوامل سقوط قیمت احتمالاً حرف‌های مدیر بین‌الملل بانک مرکزی پس از بازگشت از سفر همراه وزیر خارجه به عراق درباره توافق اولیه برای آزاد کردن دارایی‌های ارزی ایران بود. حمید قنبری گفت انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد وارد بازار شود و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده شود. در کنار این، سامانه نیما که اواخر خرداد عده‌ای در اعتراض به آن جلوی بانک مرکزی تجمع کرده بودند، این روزها شاهد ورود حجم قابل توجهی ارز است. فشارهای دولت و بانک مرکزی و ضرب العجل دادن به صادرکنندگان باعث شد فقط دوشنبه بیش از 340 میلیون دلار ارز در این بازار به واردکنندگان عرضه شود. ولی تاثیر این خبرها دوام چندانی نداشت و عصر سه‌شنبه روند تغییر قیمت برعکس شد و دلار به بیشتر از 22 هزار تومان بازگشت. دلیل بالا و پایین رفتن شدید قیمت در یک روز هر چه باشد، واقعیت این است که در کمتر از یک سال گذشته ارزش پول ایران نصف شده. آبان ماه پارسال قیمت دلار کمتر از 11300 تومان بود. در پنج ماه بعد با 40% افزایش قیمت به 16100 تومان رسید و در چهار ماهی که از سال 99 گذشته قیمت تقریبا 40% دیگر بالا رفته و به 22500 تومان رسیده، تقریبا دو برابر آبان پارسال.
دولت میگوید این افزایش ها غیر واقعی است. قطعاً بعد درآمد ارزی ما با توجه به فروش نفت ما و برگشت ارز حاصل از صادرات ما بهتر از امروز خواهد شد و قیمت واقعی ارز هم بسیار کمتر از قیمتی است که امروز در بازار هست. شاید بانک مرکزی ایران نتواند چاره‌ای برای تحریم‌های آمریکا پیدا کند، ولی راه‌های دیگری هم برای تغییر این روند درازمدت هست. روش‌های نظیر کنترل رشد نقدینگی و جذب سرمایه‌های سرگردان در نظام بانکی. البته استفاده از این ابزارها به اراده دولت برای کاهش نرخ ارز و نیز استقلال بانک مرکزی نیاز دارد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. مهدی قدسی اقتصاددان مؤسسه مطالعات بین‌المللی وین از همین شهر با ماست. آقای قدسی خوش آمدید به برنامه. علت کاهش قیمت ارز در دو روز گذشته چی میتونه باشه؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. والا چیزی که ما مشاهده میکنیم توی قیمت ارز یه چیزی نیست که چند روز اتفاق افتاده باشه. اتفاقی هست که از 30 ماه گذشته ما شاهد بودیم که ارز از 4000 تومان رسیده به قیمت دلار از 4000 تومان رسیده به 20000 تومان، 22000 تومان، نزدیک 450-500% کاهش ارزش ریال رو ما دیدیم. خب ما اگر بخوایم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده که ارز ایران ارزشش رو از دست داده تو این دوره، میتونیم چند تا فاکتور رو براش نام ببریم. عوامل ژئوپلیتیک هست، عوامل سیاسی داخلی ایران هست و همچنین عوامل مهم اقتصادی که فاکتورهای فاندمنتال اقتصادی ایران رو تشکیل میدن هستن. برای که بخوام توضیح بدم که این تأثیرات این فاکتورها چجوری بودن، میتونم بگم که می 2018 یا اردیبهشت 1397 که آمریکا از برجام خارج شد، ما از یکی دو ماه قبلش داشتیم میدیدیم که ارز ایران داره سقوط میکنه. بعد خب بانک مرکزی تونست یک سری قوانین و مقررات جدید بذاره که بتونه از ارزهای صادراتی بیا تزریق بکنه به بازار ثانویه ارز که بتونه این قیمت افزاینده دلار رو کاهش بده. خب دو مرتبه این اتفاق افتاد در طول این 3 ماه گذشته و مجدداً در آبان سال گذشته بعد از دقیقاً بعد از روزی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، باز ارز هم مجدد افزایش پیدا میکنه. خب این نشون میده که عوامل ژئوپلیتیک، عوامل سیاست خارجی، عوامل سیاست داخلی کاملا تاثیرگذار هست بر روی نرخ ارز ایران. علاوه بر اون عوامل فاندامنتال اقتصادی که من میتونم ازش نام ببرم، خب نرخ بهره پایین هست. معمولا اینطوری هست که در اقتصاد آزاد رابطه مستقیمی هست بین نرخ بهره داخلی و نرخ ارز، یعنی هر وقت نرخ ارز افزایش پیدا بکنه، خب از اون طرف هم ما شاهد این هستیم که نرخ بهره داخلی هم افزایش پیدا میکنه. حالا ما در ایران تورم فزاینده‌ای داریم که این دلایل مختص به خودش رو داره که اجازه توضیحش اینجا نیست. ما تورم تقریبا 30-40% داشتیم توی 2 سال اخیر، ولی نرخ بهره بانکی تقریبا 15% بوده. این به این معنیه که کسی که میخواد پولش رو سرمایه گذاری بکنه اصلا به نفعش نیست این پول رو در بانک سرمایه گذاری بکنه و دست میزنه به اعمال سفته بازی که در بورس شاهدش بودیم و همچنین در ارز، و این باعث شده که مردم رو بیارن به دلار و ارز خارجی برای اینکه بتونن پس اندازی داشته باشن. بله. علت آقای قدسی، علت اینکه مشخصا در یک هفته 10 روز اخیر انقدری ها شاهد افزایش قیمت بودیم، بعد در 48 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت بودیم، در بازه کوتاه‌تر اگر بخوایم نگاه بکنیم علت چیه؟ خب دلیل افزایشش که همون دلایلی هست که ذکر کرده بودم، خب فشار تورمی یا همون فشار انتزاعی که سرمایه گذار در ذهن خودش میگذاره باعث میشه که اگر ببینه قبلا قیمت ارز افزایش پیدا کرده، پس انتظار داره که بعدا هم ارزش ارز خارجی افزایش پیدا بکنه، پس در نتیجه تقاضا. اما خب یک دوره ثبات داشته یا آقای قدسی، فکر نمی کنید بعضی از اقتصاددان ها معتقدند که ممکنه رشد بیش از حد بازار بورس باعث افزایش نقدینگی شده و اون نقدینگی هجوم آورده به بازار ارز؟ شما نظرتون چیه درباره این ارتباط؟
این دو تا قضیه با هم دیگه کاملا ارتباط مستقیم دارن. یعنی وقتی که ما نقدینگی رو در کشور افزایش میدیم، به این معنیه که مخصوصا زمانی که کل درآمد ملی کشور داره افت پیدا میکنه، وقتی ما نقدینگی رو افزایش پیدا بدیم، به این معنیه که تورم افزایش پیدا کرده. یعنی در هر دو بازار، هم در بازار بورس هم در بازار ارز، ما این رو شاهدش بودیم که مردم رو میارن به این سرمایه‌گذاری این کالاها که بتونن این رو برای خودشون پسندازی داشته باشن. و این چند روز اخیر که ما شاهد افتش بودیم، خب دیدیم که 300 خورده میلیون دلار تزریق شده به بازار ثانویه و این باعث شده که در مدت کوتاهی فقط ما بتونیم کاهش ارزش دلار رو ببینیم. ولی خب این نشون دهنده اینه که بازار ثانویه اونقدر بزرگ نیست. یعنی نشون میده که 300 میلیون دلار به صورت خیلی آنی سریع میتونه این میزان قیمت ارز رو کاهش بده و این نشون دهنده این هست که میشه با تزریق بیشتر در این بازار ثانویه بتونیم اینو کنترل بکنیم، این قیمت ارز رو. ولی متاسفانه ذخایر ارزی دولت شاید اونقدر نباشه، محدودیت هایی هست که نمیتونه ارز تزریق بکنه به این بازار که بتونه قیمت رو ثابت نگه داره. با توجه به اینکه آقای قدسی بسیاری از عوامل ژئوپلیتیک که بهش اشاره کردید، از جمله تحریم ها، از جمله کمبود ارزی که در دست دولت هست و همچنین ادامه رشد بازار بورس، انتظار چی از آینده بازار ارز؟ فکر میکنید که کماکان قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد یا اینکه مثل دو روز گذشته نزولی خواهد بود قیمت؟ من فکر میکنم این رویه افزایشی رو و مجدد کاهشی رو که ما بهش میگیم نوسانات ارز رو، ما تا حداقل تا نوامبر امسال میلادی داشته باشیم، به خاطر اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هست. من فکر میکنم که دولت ایران و حاکمیت به این انتظار داره که کسی به جز آقای ترامپ بتونه رئیس جمهور آینده آمریکا باشه که بتونه باهاش مذاکراتی رو پیش ببره که نه تنها به برجام برگره، بلکه بتونه مذاکرات جایی رو پیش ببره که بتونه ثبات ژئوپلیتیک رو در منطقه و ثبات ژئوپلیتیک رو که تأثیراتی داره در اقتصاد ایران رو بتونه مجدد ثابت بکنه و این به این ثبات برسه. تا اون موقع من بعید میدونم که بخواد ارز نوساناتش رو از دست بده یا افت بکنه. یکی دیگه از دلایلی که مهم است این هست که ما در سالهایی که میتونستیم نفت زیاد بفروشیم، خب ما مازاد تراز تجاری داشتیم و اون وقتی که ما مازاد تراز تجاری داشتیم، ارزش ریال خیلی بالاتر تخمین زده میشد، به خاطر که اون مازاد تجاری رو ما دولت ایران سعی میکرد که اون رو در صندوق ملی ارزی خودش ذخیره بکنه. حالا دسترسی به اون صندوق ملی ارزی و ارزهای خارج از ایران از طریق آمریکا بلاک شده و دیگه دولت دسترسی به اون ارزها نداره که بتونه این بازار رو کنترل بکنه. متشکرم از شما مهدی قدسی اقتصاددان. اما علیرضا رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه فکت‌نامه از تورنتوی کانادا، با ماست. آقای رنجی‌پور اخیراً برای وبسایت بی بی سی فارسی مقاله نوشتند با عنوان جامعه ایرانی در 10 سال گذشته چقدر عقب افتاده. خوش آمدید به برنامه آقای رنجی‌پور. دهه گذشته دهه بسیار سخت و پربحرانی بوده برای جامعه ایران، خصوصا از جنبه اقتصادی. تأثیر این سقوط اقتصادی رو که مردم ایران هر روز دارن تجربه میکنن، چه تأثیری بر جامعه داره؟ ببینید، در مقام مقایسه، حالا توی مقالم اشاره شده بود، آمارها نشون میده که در 10 سال گذشته، یعنی در فاصله سال 2010 تا 2019، قدرت اقتصادی هر ایرانی کمتر شده، در حالی که در مقام مقایسه مثلا با کشورهای همسایه نگاه بکنیم، میبینیم که همه کشورها در واقع سرانه‌شون افزایش پیدا کرده. به طور مثلا به عنوان مقایسه، ما سرانه اقتصادی در کشور ترکیه در این مدت 1.5 برابر شده، ولی خب ما در ایران شاهد این هستیم که سقوط اتفاق افتاده. قاعدتا ببینید، بخش عمده ای از جامعه ما، طبقه متوسط شهری ما، موقعیت خودش رو در واقع در قیاس با کشورهای دیگه، در قیاس با همقطاران خودش، در قیاس با کسانی که طی سالهای گذشته مهاجرت کردن از ایران تعریف میکنه. خب قاعدتاً با اتفاقاتی که افتاده در این 10 سال،
در واقع با بحران‌های فزاینده اقتصادی و ناپایداری‌های سیاسی و اجتماعی که بوده، قاعدتاً جامعه ایرانی آسیب زیادی دیده، زیان بسیار زیادی رو متحمل شده و موقعیتش به مراتب سست‌تر و شکننده‌تر از 10 سال گذشته است. آقای رنجی‌پور، این فشارها چه تأثیری مشخصاً بر خواستگاه سیاسی طبقه متوسط ایران میتونه داشته باشه؟ ببینید یه مثال بزنیم. مثلا 10 سال پیش یک جوانی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل میشد میتونست به راحتی یه شغلی پیدا بکنه که به هر حال درآمدی در حدود 1,000,000 تومان داشته باشه. اون موقع 1,000,000 تومان پول معادل 1,000 دلار بود. با این پول بالاخره خرج اجاره خونه رو میداد، امکانات و وسایلی که مورد نیازش بود رو میخرید و یه بخشی هم حتی باقی میموند، میتونست یه سفر خارجی بره. کسی حتی اگه خورده سرمایه داشت با این پول میتونست یک خونه یا یک آپارتمان کوچیک بخره. الان 10 سال گذشته، همون آدم به زحمت شاید درآمد 10,000,000 تومانی رو بتونه به دست بیاره در تهران، که اینو اگر ما مقایسه بکنیم الان زیر 500 دلاره. یعنی حتی با دلار 20,000 تومانی هم حساب بکنیم 500 دلار میشه، چه برسه الان که روزهای در واقع با این نوسان‌های شدید هی بالا میره هی پایین میاد و تا بین 400 تا 500 دلار نوسان داره. خب یه در چنین شرایطی طبیعی هستش. میبینید که موقعیت این آدم در واقع بعد از 10 سال تجربه کاری، موقعیت یک آدم متوسط در ایران دقیقاً نصف شده، یعنی یه چنین وضعیتی پیدا کرده. این آسیب بسیار بسیار زیادی میزنه. ببینید باعث میشه که وقتی که این آدم خودش رو مقایسه میکنه با دوستش، با رفیقش که 10 سال پیش از ایران مهاجرت کرده رفته یه کشور دیگه، یک شغلی با موقعیت نه اجتماعی که در ایران داشت، با موقعیت پایین‌تر حتی به دست آورده و الان یک ثبات اقتصادی و یک ثبات نسبتاً ثبات اجتماعی داره، وقتی خودش رو مقایسه میکنه خب طبیعی است دچار سرخوردگی میشه. الان جامعه ما سرخورده است، نه فقط طبقه متوسط که طبقات پایین‌تر هم همینطور. ببینید یک اثر خیلی خیلی مهمی که داره اینه که طبقات کم درآمد همیشه طبقه متوسط رو نگاه میکنن به عنوان یک الگویی که میتونه پیشرفت رو برای اونا تضمین کنه. با دانشگاه رفتن، با ادامه تحصیلات میتونستن طبقات از حاشیه بیان و وارد، طبقاتی که حاشیه نشین بوده از حاشیه بیان وارد متن میشن. وقتی اوضاع طبقه متوسط در ایران انقدر شکننده است، وقتی انقدر بازی رو باخته، طبیعیه که این امید به پیشرفت رو هم از طبقات کم درآمد میگیریم. این یعنی که موتور محرکه جامعه ما در واقع کارکردش رو از دست میده، جامعه بسیار بسیار دچار بحران میشه، ناامید از آینده، وضعیت ناپایداری داره، عدم قطعیت رو در تمام اوضاع برای فردا، پس فردا، پس فردا، هیچ چشم‌اندازی نداره که بخواد برنامه‌ریزی بکنه برای اون، بر اساس اون چشم‌انداز. خب طبیعی هستش که چنین جامعه‌ای یک جامعه بسیار بسیار وضعیت بسیار بسیار بحرانی داره. متشکرم علیرضا رنجی‌پور، روزنامه‌نگار. ما از ایران سری بزنیم به لبنان، جایی که از لحاظ اقتصادی شباهت‌های زیادی با این روزهای ایران داره. هر روز که میگذره بحران اقتصادی لبنان عمیق‌تر میشه و وضعیت معیشتی مردم بدتر. تخمین زده می‌شود که تقریباً نیمی از مردم لبنان زیر خط فقر هستند. دولت این کشور به دنبال استقراض خارجی است، اما موانع بسیاری بر سر راهش است. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد در گزارشش می‌گوید بعضی این وضع را از چشم حزب‌الله و ایران می‌بینند و بعضی دیگر آمریکا را عامل فروپاشی اقتصاد لبنان می‌دانند. همنوایی سازها با شکوه خیره کننده تاریخ. اینجا در دل معبد باستانی جوپیتر در بعلبک لبنان. چهره ای که این کشور میخواهد از خود به دنیا نشان دهد. اما واقعیت چیز دیگری است. در چند ماه گذشته با وجود محدودیت های کرونا، لبنان شاهد چنین صحنه هایی بوده. جوانانی که بحران اقتصادی بی‌سابقه جانشان را به لب رسانده و دولتی که از کنترل وضعیت درمانده. اینجا در وسط شهر بیروت و میان خشم مردم، تابوت مردی را می‌برند که جلوی چشم همه به زندگیش پایان داد. قبل از شلیک به سرش فریاد زده بود: من کافر نیستم، اما گرسنگی کافر است. این زن میگوید حتی زمان جنگ داخلی اوضاع بهتر بود.
اون موقع حتی تو پناهگاه غذا برای خوردن داشتیم، اما الان با این گرونی دیگه گرسنه موندیم. لبنان دیگه تموم شد، ما دیگه لبنانی نداریم، ما بهتره همون بریم بمیریم. در دو ماه گذشته قیمت مواد غذایی بیش از 50% بالا رفته و جهاد نمی‌داند قصابیش باز خواهد ماند یا نه. گوشت قرمز انقدر گران و کمیاب شده که حتی ارتش لبنان اعلام کرده از این به بعد غذای سربازانش بی گوشت خواهد بود. ما در لبنان مزرعه نگهداری گاو و گوسفند نداریم و همه وارداتیه. اون رو به دلار میخرن و میارن و قیمتش در بازار هم به دلار حساب میشه. چند ماه پیش 1 کیلو گوشت گاو 18,000 لیره لبنانی بود که میشد 12 دلار. اما حالا که ارزش پولمون پایین اومده 12 دلار میشه 108,000 لیره لبنانی. مشتریایی که قبلا 2 کیلو ازم گوشت میخریدن حالا به ندرت 200 گرم میخرن. تلویزیون شروع کرده تبلیغ میکنه که گوشت نخورید تا سالم بمونید. فکر کنم این تنها راه حلیه که پیدا کرده. اقتصاد لبنان به شدت وابسته سرمایه گذاری های خارجی و گردشگری است. خیابان هایی که در این فصل پر از توریست بودند به خاطر کرونا خلوت شدند. اما در پس کم شدن ناگهانی سرمایه گذاری های خارجی، تنش های بین المللی و منطقه است که نهفته. لبنان حالا بیش از پیش به میدانی برای زورآزمایی آمریکا و ایران تبدیل شده. این تظاهرات چند روز پیش طرفداران حزب الله در واکنش به سفر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به بیروت و اعتراض به حرف‌های سفیر آمریکا در این کشور که حزب الله را عامل بحران اقتصادی لبنان خوانده بود. حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و بیشتر کشورهای مهم اروپایی است. مانعی بزرگ بر سر وام‌های خارجی که این کشور به آن نیاز دارد. این روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی نزدیک به حزب الله از مذاکرات پشت پرده‌ای می‌گوید که با این گروه در جریان بوده و شرط‌هایی که ظاهراً برای وام به لبنان گذاشته شده. اخیراً نماینده‌های از طرف فرانسه در نقش واسطه بین آمریکا و متحدانش و حزب الله با این گروه دیدار داشتند. پیامشون نشون دهنده اینه که هدف اصلی فشارها محور مقاومته. اونها گفتن یا گرسنگی بکشید یا سلاحتون رو زمین بگذارید. جواب حزب الله هم این بوده که لبنان، عراق و سوریه و ونزوئلا نیست. نه گرسنه میمونیم و نه سلاح زمین میذاریم. اگر هم آمریکا بخواد پا رو گلومون بگذاره، نتیجهش این میشه که ما هم آمریکا رو به دردسر میندازیم و امنیت اسرائیل رو هدف قرار میدیم و دیگه جنگ با اسرائیل شروع میشه. لبنان پاییز گذشته شاهد تظاهرات گسترده ضد دولتی بود. در اعتراض به آنچه تظاهر کنندگان فساد دولتی می‌خواندند. تظاهراتی که شعارهایی علیه حزب الله لبنان و ایران هم در آن شنیده می‌شد. الیاس از فعالان مدنی است که در این اعتراض‌ها شرکت داشت. این بحران فراتر از معضل اقتصادی و فساد دولتیه. حتی این وضع بیشتر به سیاست ربط داره تا اقتصاد. از اونجا که حزب الله با حضورش در پارلمان و کابینه دولت سیاست این کشور رو کنترل و هدایت میکنه، ما هم همه گروگان این سیاست ها شدیم و کشور دیگه مفهومی نداره. حزب الله در سوریه و یمن و جاهای دیگه با عربستان درگیره. فعالیت هایی که از نظر بین المللی پذیرفته نیست و نتیجهش میشه تحریم و محاصره اقتصادی. حزب الله در لبنان دست بالا رو داره، اما سیاست‌هاش در جهت منافع ایرانه و بر ضد هر قدرتی که علیه ایران باشه. هزینه این سیاست رو هم ما میدیم. خیابان‌های بیروت حالا در تاریکی فرو رفتند. حتی چراغ راهنماها هم خاموشند. دولت برای خرید برق یا سوخت ژنراتورها پولی ندارد. برای کسانی مثل سونیا اما حالا دیگر مهم نیست مقصر این اوضاع کدام طرف باشد. او رفتن را تنها چاره می‌داند. به حیات اهل بی عاد بلا شغل و ام عادی بلا شغل. هم پدر مادرم و هم خودم در این چند ماه بیکار شدیم.
من و مادرم معلم بودیم، اما مدرسه‌های خصوصی به خاطر بحران اقتصادی شاگردهاشون رو از دست دادن و عذرمون رو خواستن. پدرم هم راننده تاکسی که در این اوضاع دیگه کاسبی نداره. حالا میخوان هرچی دارم بفروشن و بدن به من که از لبنان برم. اونا هم میدونن که اینجا دیگه آینده ای ندارم. من قبل از تظاهرات هم فکر رفتن بودم، اما پارسال با شروع اعتراض ها امیدوار شدم که شاید وضع بهتر بشه، اما بدتر شد. خیلی های دیگه هم مثل من همین حس رو دارن که این کشور درست نمیشه و من فکر میکنم بهتره برم و لااقل زندگی خودم رو درست کنم. با همه تنش های منطقه‌ای، لبنان در سالهای گذشته از آرامش و ثبات نسبی برخوردار بود، اما حالا وارد دالان تاریکی شده که دست کم در کوتاه مدت نور امیدی برای خروج از آن دیده نمی شود. نفیسه کوهنورد، بی بی سی. لیلا مولانا آلن خبرنگار پیشین نشریه اکونومیست و خبرنگار خاورمیانه شبکه تلویزیونی فرانس 24 از بیروت با ماست. خانم مولانا آلن، خوش آمدید به برنامه. در وهله اول از مشاهداتتون بگید. وقتی میگیم که اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی یا عده‌ای معتقدند که اصلا فروپاشی شروع شده، یعنی چی؟ مشاهدات روزمره شما چی از این اتفاق؟ بله، درسته اگه بگیم که در این چند سال، در طول سال اخیر سقوط شروع شده و الان چیزی که شاهدش هستیم اضمحلال تدریجی اقتصاد هست، اما در این چند ماه اخیر به شدت سقوط اقتصاد شدت گرفته. مسئله قرنطینه دوران کووید رو داشتیم که در بدترین وقت ممکن اتفاق افتاد و طبیعتاً اقتصاد از قبلش هم دچار مشکل بود. بعد دولت خب خیلی زود اومد همه چیز رو بست و خب چون خیلی از بیزنس ها کسب و کارا بسته شدن، بعدش نتونستن دوباره اینا رو باز کنن و بعد در طی این چند هفته اخیر شاهدش بودیم که خیلی از این بیزنس ها کسب و کارها به طور دائمی بسته شدن و بعد همزمان این در واقع سقوط آزاد باور نکردنی واحد ملی پول رو داشتیم. 15,000 لیر یک دلار بود سال گذشته، الان یک باره شده ارزش بسیار بسیار کمتر شده، تورم بسیار بالا رفته، 56% بعضیا میگن، بعضی حتی صحبت از 90% کردن. بنابراین در سبد تغذیه مردم شاهد این بودن که قیمت های باره دو برابر شدن، سه برابر شدن. طبیعتا لبنان بسیار از مواد غذای خودش رو وارد میکنه و حتی غذایی که خودش تولید میکنه هم قیمتش به شدت بالا رفته و بنابراین بسیاری از مغازه اصلا دیگه قیمت نمیگذارن روی کالاهاشون، برای اینکه قیمت ها روز به روز، لحظه به لحظه عوض میشه و مردم وقتی میرن تو مغازه زنگ میزنن به خونه میگن خب با این قیمت های جدید چقدر اینا رو میتونیم بخریم، چی بخریم چی نخریم، به خونه زنگ میزنن که بپرسن و بنابراین خیلی ها نگران هستن، مستصل هستن که چطور میتونن اجاره خونه شون رو بدن، شکم خانواده خودشون رو سیر کنن و بنابراین کمبود مواد غذایی رو داریم. به خاطر رشد قیمت دلار مردم نمیتونن واقعا غذا بخرن و این وضعیتی که شاهدش هستیم. تکلیف گفتگوها در رابطه با دریافت وام و کمک مالی از متحدان غربی لبنان به کجا رسید؟ لبنان به صورت سنتی کمک هم غربی ها رو داشته هم شرقی ها، اما الان مشکل اینه که لبنان تبدیل به یک نامزد غیر اعتماد شده، برای یک گزینه غیر اعتماد شده برای این وام ها، برای اینکه همین الان 11 میلیارد صحبتش هست که قرار بگیره از اروپایی ها اگر که این قضیه اجرایی بشه، منتها بهش گفتن که باید خب یه سری سیاست های ریاضتی رو پیاده کنه، ولی الان همین الان دارن 10 میلیارد دیگر رو از صندوق بین المللی پول میخوان و خب الان با این وضعیت کرونا خیلی کشورهای دیگه در جهان هم خواستار این پول هستند و خب الان در این شرایط کنونی لبنان شاید یک نامزد خوب، گزینه خوب برای دریافت این پول ها نباشه و خب دلیلی که میشنویم اینه که در داخل دولت خیلی از اعضای دولت به صورت سنتی با توجه به وضعیت تقسیم قومی که داریم برای ترکیب دولت و رأی دادن
دولت نیاز داره که از اون بخش‌های خاصی که به کمک نیازمند هستن رأی اونها رو به دست بیاره و بعد این بتونه این تدابیر رو اعمال کنه. منتها خب اون رأی دهنده‌های سنتی دولت عصبانی هستن و ممکنه که رأی مساعد خودشون رو ندن به اون اعضای بخش‌های مختلفی که ترکیب کابینه رو تشکیل دادن. بنابراین این وضعیت کنونی با در تضاد، برای اینکه دولت از این طرف میخواد که بسر کار باقی بمونه، اصلاحات لازم رو انجام بده، از طرف دیگر صندوق بین‌المللی پول شرایط لازم رو و کاری که دولت ها اینجا کرده رو قبول نداره و خواستای خاص خودش رو داره و بنابراین معلوم نیست که آیا بشه کمک خارجی دیگری به دست آورد که بتونه که دولت رو از این وضعیت کنونی نجات بده. لبنان به طور سنتی زمین بازی بسیاری از قدرت‌های خارجی هم بوده. آیا انتظار میره که تحت فشار اقتصادی که الان داره تجربه میکنه تغییری در سیاست‌هاش بده؟ خب بستگی داره که از چه سیاست‌هایی میخوایم صحبت کنیم. اون سیاست‌هایی که مربوط به مردم روی مردم در خیابون میشه، معترضان در خیابون میشه، دولت باید روی اونها تمرکز کنه، به خواست مردم لبنان توجه کنه، با شرکای خارجی خودش این بازی‌ها رو تموم کنه و وضعیتی رو ایجاد کنه که این کشور بتونه خودکفا باشه، روی پای خودش بایسته، شغل‌های لازم رو ایجاد کنه و دائما به کمک‌های خارجی، سرمایه‌گذارهای خارجی محتاج نباشه تا مردم بتونن که به سر کار برن و خرج خانواده خودشون رو در بیارن. البته خب این وضعیت رو ما سال‌ها داشتیم که لبنان صحنه رویاروی دولت‌های مختلف بوده، جنگ‌های سیاسی اینجا انجام می‌شده و خب الان مردم طبیعتاً وقتی که نگران وضعیت روزمره خودشون هستن، اینها هم به نگرانی اونها اضافه میشه. آیا حزب الله میخواد به اسرائیل حمله کنه، اسرائیل میخواد به ما حمله کنه، چه اتفاقی قرار بیفته؟ مشکل اینه که همونطور گفتم مردم اینجا نمیخوان که واقعا مهره این بازی باشن، صحنه این روی خارجی ها باشن. نگرانی اونها در درجه اول اینه که دولت اونها برای مدت بسیار بسیار طولانی محتاج خارجی ها بوده، محتاج قدرت های خارجی بوده و اینکه آیا لبنان میتونه در نهایت در موقعیتی باشه که کشورهای دیگه اگه میخوان که این رو به شکل یک فرصتی ببینن برای اینکه منافع خودشون رو در لبنان دنبال کنن. متشکرم لیلا مولانا آلن، خبرنگار فرانسه 24. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران دیشب ویدیویی از اعترافات امیرحسین مرادی، یکی از سه جوانی، منتشر کرد که در جریان اعتراضات آبان پارسال در ایران دستگیر و به اعدام محکوم شدند. در چند روز گذشته و به دنبال تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، میلیون‌ها بار هشتگ اعدام نکنید از سوی کاربران ایرانی توییت شده. حالا اجرای این حکم‌ها در پی درخواست وکلای متهمان برای اعاده دادرسی متوقف شده. مریم افشان گزارش می‌دهد. اعتراضات رو با چینید منطقی باش برخورد کرد، اما اقتشاش و به هم ریختن و ناامنی خط قرمز نظامه، خط قرمز کشوره. ساعتی پس از سخنان رئیس قوه قضاییه، کانال تلگرام خبرگزاری فارس این ویدیو را منتشر کرد. محمد رجبی و سعید تمجیدی. در این ویدیو امیرحسین مرادی، یکی از سه جوانی دیده می شود که محکوم به اعدام شده. او را به محلی بردند که میگوید در شب 25 آبان ماه با دوستانش سعید تمجیدی و محمد رجبی برای اعتراض به افزایش قیمت بنزین به آنجا رفته بودند. او در مقابل دوربین به تخریب ساختمان پشت سرش و آتش زدن دو بانک اعتراف میکند. همچنین کندن و آتش زدن چند درخت. البته چند ماه پیش امیرحسین مرادی در اعترافاتی که از برنامه 23 صدا و سیما پخش شد از آتش زدن درخت نخل گفته بود. ماشین شهرداری 25 آبان. اما در فیلم‌های منتشر شده که میگوید از موبایلش بیرون آوردند، تصویری دیده نمی‌شود که این سه جوان را همراه مواد آتش‌زا یا در حال آتش زدن جایی نشان دهد. این فیلم‌ها شبیه فیلم‌های دیگری است که معترضان در جریان اعتراض‌ها می‌گیرند و گاهی منتشر می‌کنند. در فرایند دادرسی برای اینکه معلوم باشد قاضی با استقلال تصمیم می‌گیرد و پخش این مستندات خدای نکرده در ذهنیت مقام قضایی
اثرگذار نباشه، یا حداقل مردم گمان نکنند که این اقدامات انجام شد تا بسترسازی بشود برای صدور رأی خاص از ناحیه مقام قضایی. مستندات در فرایند دادرسی در اختیار قاضی قرار میگیره و معمول هم بر این است که قبل از قطعیت دادنامه مستندات انتشار رسانه‌ای پیدا نمی‌کند. برخلاف گفته سخنگوی قوه قضاییه، مدت‌ها قبل از صدور حکم و در فرایند دادرسی، در اوایل دی ماه اولین فیلم اعترافات امیرحسین مرادی منتشر شد در برنامه 23. دادگاه انقلاب دو ماه بعد در سوم اسفند این سه نفر را به اعدام محکوم کرد و در 24 تیر ماه دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرد. پخش بخشی از اعترافات امیرحسین مرادی از فارس نیوز، در حالی که بخش دیگرش چندی ماه پیش، درست چند هفته بعد از دستگیریش از صدا و سیما پخش شد، نشان از در هم تنیدگی رسانه‌های امنیتی و رسانه ملی جمهوری اسلامی داره و همینطور همدستی نهادهای امنیتی با نهادهای قضایی و این رسانه‌ها در توجیه کردن احکام سنگین علیه معترضان و به خصوص کسانی که در اعتراضات آبان ماه نقش داشتند. پخش این بخش از اعترافات الان در شرایطی که یک حمایت ملی و بین المللی بسیار بزرگ شکل گرفته در اعتراض به احکام اعدام، هدفش این هستش که اون کسانی رو که در داخل حمایت کردن از این سه نفر و به حکم اعدامشون اعتراض کردن رو مجاب کنه که این حمایت هاشون رو پس بگیرن، به خصوص هنرمندا، به خصوص فعالان داخل ایران، و همینطور فضا رو آماده کنه برای اینکه حکم سنگین اعدامی که صادر شده بتونه در روزها یا در ماه‌های آینده به اجرا در بیاد. پس از اعتراض کاربران در توییتر و میلیون ها بار تکرار هشتگ اعدام نکنید، اجرای حکم متوقف شده. سخنگوی قوه قضاییه میگوید که گوش این قوه به اعتراض های توییتری بدهکار نیست و توقف حکم به دلیل درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیلان محکومان است که به دیوان عالی رفته و نتیجه آن بعداً روشن خواهد شد. حالا دوباره خبرگزاری فارس فیلمی از اعترافات یکی از محکومان منتشر کرده. از نظر حقوقی پخش اعترافات کسی که در زندان هست، چه قبل از دادرسی چه بعد از دادرسی، حتی بعد از اینکه حکم قطعی بشه، مصداق بارز نقض حق دادرسی و عادلانه است، خلاف قوانین ایران و قوانین بین‌المللی حقوق بشر هستش و همه کسانی که در ضبط و پخش این گونه اعترافات دخیل بودن باید پاسخگو بشن، به عنوان ناقض حقوق بشر محاکمه و مجازات بشن. اعتراضات آبان یکی از خونین ترین اعتراضات پس از انقلاب در ایران بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران کشته شدن 230 نفر در جریان این اعتراض‌ها را تایید کرده. عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 304 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. آمارهایی تا 5 برابر این هم گفته شده. تا امروز خبری از بررسی قضایی کشته شدن هیچ یک از معترضان منتشر نشده، به رغم خواست خانواده قربانیان، هنوز عاملان و آمران برخورد خشونت‌آمیز با اعتراض‌ها معرفی نشدند. مریم افشنگ، بی بی سی. بابک پاکنیا، وکیل پرونده سه جوان معترض محکوم به اعدام، در صفحه اینستاگرامش ویدیویی منتشر کرده که در آن توضیح می‌دهد آیا از لحاظ حقوقی می‌شود مستنداتی مربوط به پرونده‌ای که در حال رسیدگی است را منتشر کرد یا نه. آیا در شرایطی که پرونده‌ای مطرح رسیدگی در مراجع قضایی، ما می‌تونیم بیاییم در واقع مستندات و مسائلی که تو اون پرونده وجود داره رو منتشر کنیم یا خیر؟ این اولین موضوعیه که میخوام بررسی بکنم. طبیعتاً وقتی پرونده‌ای در مرجع قضایی داره رسیدگی میشه، بدیهیه وقتی که ما میاییم مثلا ادله‌ای ناظر بر عقاریر متهم یا متهمین رو منتشر میکنیم، طبیعتاً تأثیر خواهد داشت بر روند رسیدگی، چرا که این تصاویر یا این عقاریر یا این ادله‌ای که منتشر میشه بازتاب اجتماعی داره، و وقتی بازتاب اجتماعی داره طبیعتاً ما هر طور هم بخوایم حساب بکنیم، قضاتی که در حال رسیدگی به اون پرونده هستن تحت تأثیر اون جو ممکنه قرار بگیرن. حالا فرقی نمیکنه چه این که پرونده هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده،
چه اینکه حکم قطعی صادر شد، رفت اعاده دادرسی شد و اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گرفت. وقتی که اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار میگیره، یعنی قرار است پرونده مجدداً رسیدگی بشه. همان دلایلی که مانع میشود در روند رسیدگی و قبل از قطعیت ما ادله رو منتشر بکنیم، همون دلایل و همون توجیهات منجر میشود که ما برامون مانع باشد که بخواهیم در مرحله‌ای که اعاده دادرسی پذیرفته شده و قرار است مجدداً موضوع رسیدگی بشود توسط در واقع شعبه هم ارز، باز هم همون موانع وجود داره و ما حق نداریم که بیایم در موقعی که اعاده دادرسی پذیرفته شده و قرار است مجدد به پرونده رسیدگی شود، این مسائل منتشر بشه و اون تبعات هم احتمالاً به همراهش در واقع ایجاد بشه. موضوع دیگه ای که هست میخوام پاسخ بدم در خصوص این است که اگر در یک پرونده ای اقرار وجود داشته باشد، آیا کفایت میکنه؟ آیا مقام قضایی دیگه نباید وارد رسیدگی بشه؟ به صرف وجود اقرار ما دیگه باید رسیدگی رو خاتمه بدیم و بگیم تمام است و بهترین دلیل اقراره و دیگه نیاز نیست مقام قضایی اساساً ببینه آیا اون اقرار منطبق با حقیقت، با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع انطباق داره یا خیر؟ آیا این چنین است واقعاً در علم حقوق، در متون قضایی، در قوانین موضوع، آیا این چنین است؟ اساساً ما در پرونده ها به خصوص در امور کیفری ما میگیم اقرار طریقیت دارد برای رسیدن به حقیقت، نه اینکه موضوعیت داشته باشد، نه اینکه فصل الخطاب باشد. من بارها دیدم توی تجمعات یا تو اتفاقاتی که تو جامعه میفته، شخص میاد مثلا جای آتش گرفته و فیلم میگیره به صورت سلفی و میگه من اینجا رو آتش زدم، و جالب اون فیلمم به هیچ جایی ارسال نمیکنه. چرا این کارو میکنه؟ مثلا تو ذهنش اینه، حالا جوونه، سن و سالی نداره و اشتباهاتی که میکنه اینه، میگه خب من این فیلمو میبرم و از ایران خارج میشم، بعد نشون میدم، میگم آره من اینجا رو آتش زدم، از ترسم که من رو محاکمه بکنن از ایران خارج شدم، به من پناهندگی بدید. حالا فرض بکنید اون شخص نمیتونه از ایران خارج بشه، بعد به خاطر یه جرم دیگه او دستگیر میشه، بعد ما میخوایم ببینیم که در واقع این میایم موبایلش هم بررسی میکنیم، مشخص میشه چنین فیلمی هست. آیا ما میتونیم بیایم به استناد همین اقرار او رو محاکمه بکنیم و بگیم ما میتوانیم بگیم تو اومدی مرتکب جرم شدی، تحریق اموال عمومی، تخریب اموال عمومی، بنابراین تو مورد مجازات قرار خواهی گرفت؟ آیا نیاز نیست ما خودمون بررسی بکنیم ببینیم این اقاریر صحیح هست یا خیر؟ آیا نیاز نیست ما ادله دیگه، مثلا اگر میگه من این بانک رو آتش زدم، آیا لازم نیست ما بریم دوربین خود بانک رو بیاریم؟ اگر میگه من مکان عمومی رو آتش زدم، آیا لازم نیست ما بریم خود دوربین اون مکان عمومی رو بازبینی بکنیم ببینیم دقیقاً رکن مادی جرم؟ ببینید من دارم میگم تحریق رکن مادی جرم این است، من آتش بزنم، اینکه با مکان آتش گرفته ای عکس بگیرم، حتی اگر بگویم من آتش زدم، آیا کفایت میکند؟ حتی ما بحث داریم آتش گرفته، من رفتم و در ادامه شرکت کردم، آیا این هم میشه تحریق؟ اینا همه مسائل حقوقی و علمی و قضاییه، اینا باید بررسی بشه و به صرف وجود اقرار رسیدگی رو ما خاتمه نمیدیم و حتما باید ببینیم که اون اقرار در چه شرایطی بوده، و لذا صرف وجود یک فیلم نمیتواند دلیلی بر تحقق یک جرم باشد و ما باید تمامی شرایط رو در نظر بگیریم. به خصوص مثلا شما میبینی طرف داره فیلم میگیره، یک بانک بزرگی آتش گرفته، خیلی راحت با خنده میگه بله من اینجا رو آتش زدم. اصلا به لحاظ روانی آیا ما میتونیم بپذیریم شخصی که اون کار به اون بزرگی رو انجام بده، اینقدر در آرامش خیلی با تمسخر و با خنده بیاد بگه آره اینجا رو من آتش زدم؟ یعنی اصلا نحوه بیان و اینا رو باید بررسی کرد. اصلا علم حقوق برای اینه، اگر قرار بود که همه مسائل به این راحتی باشد، دیگه چیکار داشتیم به تشکیلات عدلیه و قص الهازا، چیکار به وکیل داشتیم، چیکار به قاضی داشتیم؟ خب یه اطلاعاتی میدادیم به یه سیستمی، همین هم یه چیزی رو جواب میگرفتیم و میرفتیم مردم رو محاکمه میکردیم دیگه. این تشکیلات و رسیدگی های مقدماتی و بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور، اینا همین به خاطر همیناست که تشکیلاتی درست شده که ما به صرف وجود یک دلیل ضعیف نیاییم یه کاری رو انجام بدیم و حقی رو ناحق بکنیم. از اون گذشته سوال بعدی و سوال پایانی که میخوام جواب بدم اینه، آیا
اگر ما دیدیم که مثلا به فرض حالا کسی رفت واقعا اموال عمومی رو آتش زده، آیا این میشه محاربه؟ به صرف آتش زدن میشه محاربه یا خیر؟ این هم دوباره نیاز به بررسی داره. ببینید تو بحث محاربه باید صرف قصد آتش زدن نیست، این که من بیام آتش بزنم کفایت نمیکنه. من ببینید تو محاربه میام سلاح برمیدارم برای ترساندن مردم، برای مقابله با مردم. همچنین تو بحث قانون مجازات ما هم این رو در نظر بگیرید، من باید به قصد مقابله با نظام بیام تخریب اموال عمومی انجام بدم. اگر من اینها رو انجام بدم برای خودنمایی باشد، این در واقع نمیتونه حکم اعدام داشته باشه. ببینید تخریب اموال عمومی، تحریق اموال عمومی، اگر اون ارکانی رو که محاربه لازم دارد نداشته باشد، حبس داره نه اعدام. بخشی از صحبت‌های بابک پاکنیا بود، وکیل سه معترضی که به اعدام محکوم شدند در ایران، که ساعتی پیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود. بعد از 4 روز مذاکرات نفسگیر، رهبران اتحادیه اروپا بر سر یک بسته بزرگ مالی برای جبران خسارت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به توافق رسیدند. تمام 27 کشور اتحادیه اروپا با وجود اختلافات جدی بین کشورهای نیازمند به کمک و اقتصادهای باثبات‌تر این اتحادیه، بر سر ارائه یک بسته کمک مالی به ارزش 750 میلیارد یورو تصمیمی واحد گرفتند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. بعد از 90 ساعت مذاکرات جدی و گاه تند، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نهایت به توافق رسیدند. توافق برای تزریق صدها میلیون یورو به اقتصادهای کوچک و بزرگ این اتحادیه، اقتصادهای آسیب دیده از ویروس ویرانگر کرونا. These were of course difficult negotiations in very difficult. مذاکرات سختی بود در دورانی دشوار برای تمام اروپایی ها. ماراتونی که برای تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با موفقیت به نتیجه رسید، به ویژه برای مردم اروپا. توافق حاصل شده توافق خوبی است. توافقی محکم است و مهمتر از همه بهترین نتیجه برای اروپا در مقطع فعلی است. ماراتونی که از آن صحبت می شود، کشورهای عضو اتحادیه را به دو جبهه تقسیم کرد. دسته کشورهایی که از کرونا به شدت خسارت دیده بودند و دیگری کشورهایی که نگران هزینه بازسازی اقتصاد بودند. سوئد، دانمارک، اتریش و هلند در کنار فنلاند کشورهایی بودند که نگران میزان و چگونگی تخصیص بودجه اتحادیه برای ترمیم اقتصاد دیگر کشورها بودند. در مقابل، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه برای بالا بردن میزان کمک چانه زنی می کردند. گفته می شود امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حتی بر میز مشت کوبیده و خطاب به کشورهای نگران درباره اقتصاد گفته که مقاومت آنها به اتحادیه اروپا آسیب می زند. اختلاف اصلی بر سر این بوده که آیا کشورهای دریافت کننده بسته مالی باید پول را به عنوان کمک دریافت کنند یا وام؟ ارزش بسته بازسازی خسارت کرونا 750 میلیارد یورو، یعنی حدود 860 میلیارد دلار است. کشورهای مانند ایتالیا و اسپانیا که بیشترین آسیب را دیدند، برندگان این توافق هستند. بیش از نیمی از 750 میلیارد یورو به عنوان کمک مالی بین کشورها تقسیم می شود و آنها نباید این مبلغ را باز پرداخت کنند. 360 میلیارد یورو هم به عنوان وام پرداخت می شود که کشورها باید این مبلغ را به تدریج باز پرداخت کنند. Today we've taken a historic step we can be all proud of. امروز ما گامی تاریخی برداشتیم که باید با آن افتخار کنیم. اما گام‌های مهم دیگری هم در پیش داریم. مهمترین آن دریافت تاییدیه پارلمان اروپا است. توافق کمک مالی به کشورهای آسیب دیده از کرونا در حالی به امضای سران اتحادیه اروپا رسید که در نبود بریتانیا فشار بر آلمان، بزرگترین اقتصاد اتحادیه، بیش از پیش خواهد بود. گفته می شود این بزرگترین استقراض جمعی است که در تاریخ اتحادیه اروپا انجام می شود. شیوع ویروس کرونا به اقتصاد بیشتر کشورهای عضو اتحادیه آسیب فراوان زده، در حالی که شماری از کشورهای جنوب اروپا حتی پیش از این هم با مشکل بدهی خارجی مواجه بودند. بورس‌های اروپایی به خبر توافق اتحادیه واکنش مثبت نشان دادند و بورس آلمان با جهشی بلند به بیشترین ارزش خود در 5 ماه گذشته رسیده.
تشخیص اینکه پشت این ماسک ها لبخند است یا نگرانی دشوار است. اما مشخص است که بحران کرونا مشکلات یکپارچگی اتحادیه اروپا را بیش از پیش نمایان کرده. مشکلاتی که ممکن است آینده این بازار بزرگ واحد جهان را تغییر دهد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. برای پایان 60 دقیقه امشب قطعه ای رو برای شما پخش خواهیم کرد به اسم هست نیست که بر اساس غزلی از مولانا تصنیف شده. این کار حاصل همکاری نوازندگان، خوانندگان و آهنگسازان ایرانی که در قالب مجموعه‌ای به نام احتمال باران در کانادا فعالیت می‌کنند. این کار برای اولین بار در 60 دقیقه پخش میشه. موسیقی که پخش میشه نگاه و درک هنرمندان معاصر رو نشون میده، برگرفته از موسیقی اصیل و شعر کلاسیک پارسی هستش، اما با یک نگاه معاصر و امروزی. امیدوارم که به دلتون بشینه و به یاد بیاریم که حتی در این ایام سخت هم با اتکا به تمام زیبایی هایی که از دوران کهن برامون به جای مونده میتونیم به سختی ها غلبه کنیم. مطمئنم که روزهای روشن آینده روزهایی خواهند بود که مردم مهربونمون بیشتر از حافظ و مولانا و سعدی و فروغ خواهند خواند و زنانمون بدون محدودیت اونجور که دوست دارن زندگی خواهند کرد. مضمون غزل مولانا با مطلع باز رسیدیم زمین خانم است رو خب احتمالا نمیشه با مضامین و مفهوم ها و نشانه های امروزی برای مخاطب امروزی به خوبی و راحتی توصیف کرد و اینکه حقیقت این غزل هم برای همه ما احتمالا پوشیده است. این است که فکر میکنم موسیقی این وسط میاد و سعی میکنه که با استفاده از نشانه های آشناتر همون پرده های شور یا چارگاه یا
استفاده از عنصر ریتم و موارد دیگه سعی میکنه که به مخاطب این فرصت رو بده که تجربه مولوی رو خب برای خودش باز هم خلق بکنه. طبعا این وسط این مسئله خیلی بستگی داره به برداشت های شخصی، چه از طرف خالقین اثر و چه از طرف مخاطب، و اینکه چقدر هم موسیقی موفق خواهد بود تو این مسیر رو باید منتظر موند و دید که دوستان مخاطب چه فکر میکنن. شب بخیر، مراقب هم باشید.